مثل که نقص فنی پیدا کرد، این قسمتی که گفتم براتون به گوشتون نرسید، مجدداً این قسمت رو براتون از دو مرتبه میگم. نوتایی که قبلا نوشته بودم پاک کردم، دنبال هم مینویسم براتون که همش در یک خط در یک صفحه دیده بشه. نوتایی که روی خط بودن می، سول، سی، رفا، یک، دو، سه، چهار، پنج، اینا نوتایی روی خط بودن. نوتایی بین خط، فا، لا، دومی، بین اول دوم، دوم و سوم، سوم و چهارم، چهارم و پنجم، بین خط، چهار تا بین خط، پنج تا روی خط، دو تا پایین، ره دو پایین، سولاسی بالا که میشه 14 تا، دوره میفا سولاسی، دوره میفا سولاسی. خب اینا رو به ترتیب براتون مینویسم، از پایین که پایین ترینش این دوه دیگه، دو، بعدش ره، بعدش می، بعدش فا، بعدش سول، یکی از اینجایی که اینجا لا، سی، ای، اوکتاف، یعنی دوره میفا سولاسی، اینجوری در واقع این شکلی، این خط همون خطه، اون حروفی، این نوتی دو ره می فا سول لا سی، دو اکتاف. شما با یاد گرفتن همین دو اکتاف، دو ردیف، میتونید کارتون رو شروع کنید و آهسازی که میخواییم بزنید. من در اینجا خب دیگه زندگی همینه، دو ره می فا سول لا سی، دو ره می فا سول لا سی. حالا تمام این تکنیک که یه تریکایی به کار رفته که شما میتونید خیلی ساده و آسون موسیقی را به کمک دفترچه های که عرض کردم خدمتتون، دفترچه معجزه‌گر یاد بگیرید، تمام اینها با همین سادگی انجام میشه با یه تمرین خیلی ساده و جزئی که الان براتون میگم چجوری تمرین کنید. خب این خط رو پاک میکنم، مهمترین کار بینندگان عزیز برای یادگیری موسیقی، مهمترین کار و مشکلترین کار خوندن این نوتا روی پنج خطه، که شما این پنج خط رو ببینید، دوتا رو تند بخونید، اصلا کاری با آهنگ و ساز فعلا نداریم، بگید می، سی، لا، ره، سول، تند و تند بخونید، حالا به زمانش هم کاری نداریم، به ضربش هم فعلا کاری نداریم. اول از همه خوندن این نوتا روی پنج خط حامل مهمه، مشکلترین و مهمترین. چجوری، با چه تریکی، با چه ابتکاری این کار انجام میشه که باز هم گفتم تو اون توی اون دفترچه هست. حالا بدین ترتیب خواهد بود، من نوتایی رو اینجا می نویسم، اسمی زیرش نیست، مثل اینا نیست که زیرش نوشته باشه، ولی اونا نوشته است. شما این نوت رو نگاه میکنی، از دو حال خارج نیست، یا میدونی یا نمیدونی. اگه میدونی که میگی می، نمیدونی شکلش اونجا پیدا میکنی، بینی بین چهارم و پنجمه، بین چهارم و پنجم چی بوده، میگی می. نوت بعدی میبینی خط سوم دیگه، خط سوم چی بود، یا نمیدونی یا میدونی. اگه میدونی که میگی، اگه نمیدونی مراجعه میکنی به خط سوم، یک دو سه، میبینی سیه، میگی سی. نوت بعدی میبینی خط چهارمه، خط چهارم چی بود، ره. نوت بعدی میبینی بین دوم و سومه، دوم و سوم چی بود، لا. نوت بعدی نگاه میکنی میبینی ما بین سوم و چهارمه، سوم و چهارم چی بود، دو. نوت بعدی میبینی روی خط دومه، خط دوم چی بود، خب معلومه سول دیگه. نوت بعدی چیه، میبینی روی خط سومه، خط سوم چی بود، سی. همینطور به ترتیب نوتا رو نگاه میکنی ببینی کجاست، اونو میخونی. یه نگاه اونجا در واقع یک تقلب مفیده، این کار تقلبی است که مفیده، یعنی آدم ها جلو میبره، ما اینو بهش میگیم تقلب مفید. شما اینجا نگاه میکنی، اگه بلد از این تقلب میکنید، اینجا رو نگاه میکنید میگی، ولی زیرش چیزی نباید بنویسی.